سال 95 یک تعرفه وضع شده، قیمت گذاری شده، گفته که کف قیمت هر گیگ اینترنت، هر گیگ اینترنت 3000 تومان، سقفش هم 40000 تومان یا 42000 تومان. بله. و این برای اینکه رقابت شکل بگیره، چون اپراتورها بودن، باید بین این در واقع کف و سقف رقابت میکردن، هر کی بالاخره کیفیت بهتر، قیمت کمتر. اینا اومده بودن در واقع یک سری بسته ها رو زیر کف قیمت تعریف کرده بودن که بتونن تو رقابت جلو بیفتن. بله، منتها وقتی که کسی بخواد مشتری طرف مقابل رو بگیره، یه بسته موقت مثلا یه ماه میده زیر کف که مشتری اون رو جذب کرد و دوباره قیمت بالا. تو همون در واقع مصوبه اومده بود که اگر شما زیر کف این در واقع بسته تعریف بکنید، باید تا 3 سال ادامه بدید، اینجوری نباشه بازار طرف موقتی باشه. یه سری بسته تعریف کرده بودن اینها که زیر کف قیمت بود تو، و تا سال در واقع همین اواخر هم ادامه داشتیم، بسته هایی که هست شده بسته های زیر کف قیمت بود. اینا اومدن گفتن که ما منابع لازم رو برای اینا که میگم منظورم اپراتور هست، مدیران عاملشون چندین بار مراجعه کردن، گفتن آقا ما منابع لازم رو برای توسعه در اختیار نداریم، نمیتونیم توسعه بدیم، قیمت بیشتر تجهیزاتمون وارداتیه، تعرفه ما 5 سال افزایش پیدا نکرده. ما اجازه بهشون دادیم که فقط اون بسته های زیر کف رو افزایش در واقع حذف کنن، این که جناب علی اشاره میکنید دقیقا همون بسته هاست، اما درخواست بعدیش این بود که ما بسته های جدید با تعرفه جدید در واقع معرفی بکنیم، که ما اینجا مخالفت کردیم، گفتیم که اگر تضمین میدهید که کیفیت شبکه افزایش پیدا بکنه، یا حتی الان ما یه شرط سنگین‌تری براشون گذاشتیم اینجا هم اعلام میکنم، گفتم که ظرف 6 ماه شما باید بتونید در واقع سرعت رو افزایش بدید، پوشش 4G رو افزایش بدید، 5G رو در واقع به یه حدی برسونید داخل کشور، اون وقت ما در واقع تعرفه رو افزایش خواهیم داد، یا یه چیز بینابین. یعنی ما خط قرمزمون افزایش کیفیت شبکه است، ما به هیچ وجه به دنبال افزایش سود اپراتور نیستیم.